توی کار کردن با فاینال کات همونطور که خاطرتون هست، ما برای اینکه هارت هامون رو و جاهای کپچر تصویر و رندر تصویر و صدامون رو تنظیم کنیم، به این قسمت سیستم ستینگ میومدیم. یه نکته که اگر شما میخواید با فاینال کات کار بکنید، اگر دو تا هارد داشته باشید خیلی بهتر از یک هارده، و اگر سه تا هارد داشته باشید ایدئاله. زمانی که شما سه تا هارد دارید میتونید رندر ویدیوتون رو روی یک هارد قرار بدید، رندر آدیواتون رو روی یک هارد دیگه قرار بدید و کپچر ویدیوها و آدیو کپچر هاتون رو هم روی یک هارد دیگه قرار بدید. یعنی در واقع سه تا عنوان، یا حداقل رندر ویدیو و رندر آدیوتون توی دو تا هارد متفاوت باشه. اینم باز میتونه به سرعت و بهبودی کار شما کمک بکنه. یه نکته دیگه که اینجا شاید بد نیست بدونین، این لیمیت کپچر و اکسپورت سایز سگمنت. اگر شما محدودیت هارد دارید و میخواید این رو توی قسمت مثلا توی فلش های 4 گیگی اکسپورت بکنید، میتونید این عنوان رو فعال بکنید و به سر همون سایز که برسه میتونه اون رو تیکه بکنه و بره سراغ قسمت بعدی، که البته خب بعدا باید اونها رو به هم متصل بکنید توی نرم افزار دیگه. لیمیت تایم، لیمیت کپچر نا قبلا فکر کنم توضیح داده شده تو قسمت اول، ولی اگر شما فرضاً یه نوار 40 دقیقه‌ای دارید و میخواید اون رو کپچر نا بکنید، میتونید اینجا این رو روی مثلا 40 تنظیم بکنید و برید، حالا اگه کاری داشتید برگردید و در انتهای کار تمام فیلم شما کپچر شده، با این تفاوت که خب تصویرهای خیلی زیاد دیگه ای هم که خالی هستن و نوار داشته واسه خوش خالی میرفته کپچر نشده. توی این قسمت توی مموری انکش هم این نکته رو بعدی خدمتتون بگم، اگر شما رم بالای 2 گیگ دارید، 1.5 گیگ به بالا، بهترین رو 90 بذارید. اگر کمتر از 1.5 گیگ دارید روی 100 بذارید. استیل کش سایز هم معمولا اگر حدود 150 مگ باشه کافیه، بیشتر از اون واقعا ضرورتی نداره. خب قسمت بعدی رو هم توی درس‌های بعدی با هم می‌بینیم.